سلام من هانیم و به اتاق سیزدهم خوش اومدید سلام منم بهرامم و به اتاق سیزده هم خوش اومدید همون جوری که میبینید ما لفتابامون رو جمع کردیم پتو رو آوردیم اما چرا؟ یه زمانایی بود که ما کم سن و سال تر بودیم مثلا 14 13 سالمون بود با دختر امه و دختر امو دور هم جمع میشدیم و داستان ترسناک تعریف رو کردیم قطعا من اگه داستان امشب رو بلد بودم اون زمان تعریفش میکردم حالا تو تجربه این چنینی داشتی یا نه که از ترس به هم دیگه بچسبین نه من که تجربه نداشتم ولی امشب تجربه رو خواهم داشت آره. ولی خب این آخر این داستان شما این که تصمیم میگیرین که این یه پرونده ترسناکه یه پرونده قتله یه پرونده خودکشیه یا به ما برای طبیع داره اینو شما نمیدونیم بریم داستان امشب رو با هم شروع کنیم داستانی که امشب میخوام براتون تعریف کنم از سال 2012 شروع میشه روز مهمی بود در تاریخ هند انقدر مهم بود که اخبار مردم روزنامه ها داشتن در موردش حرف میزدن قرار بود پرکارترین محقق ماورا طبیعه یک نفرین هزار ساله رو بشکنه یک قلعهی وجود داره توی هند به اسم قلعه بانگار اگر اشتباه تلفظش نکنم میگن یکی از 20 سکنه ترین مناطق هنده جایی که مردم جرأت ندارن برن اونجا انقدر این موضوع ترسناکه که حتی میراث فرهنگی دم در قلعه نوشته که بعد از غروب و قبل از طلوع هیچ کس حق نداره وارد این قلعه بشه به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه شب رو اونجا صبح کنه و ارواح اونجا وجود دارن حتی گزارش شده صداهایی وجود داشته و مردم خیلی از این مسئله میترسیدن ولی حالا قرار بود آقای تیواری و تیمش برن و یک شب رو در این قلعه بگذرونن چند تا روایت در مورد نفرین این قلعه وجود داره اول که میگن در کنار این قلعه یک زاهدی زندگی میکرده و با پادشاه سر لج بوده به پادشاه میگه که اگر یک روزی سایه قصرت به املاک من بیفته من تو رو نابود میکنم و خب سالیان سال میگذره اون پادشاه عوض میشه و یک پادشاه دیگه به قدرت میرسه و این پادشاه جوون جدیده نمیدونسته که یه همچین نفرین وجود داره یک برج میسازه و ظاهرا سایش میفته توی ملک این آقای زاهد و نفرین میکنه و همه افراد اونجا میمیرن و هیچ بچه دیگه اونجا متولد نمیشه میگن یه داستان دیگه هم وجود داره یه روایت دیگه هم وجود داره اونم این که یه شاهزاده خانم بوده که خیلی خوشگل بوده و یک جادوگری عاشق این شاهزاده خانم میشه و میدونه که با این قیافه ای که داره هیچ شانسی نداره در برابر خواستگارای این شاهزاده خانم برای همون یک روز که میبینه که کلفت این شاهزاده خانم داره براش عطر میخره یک عطر رو تلس میکنه و میده به این کلفت که ببره بده به شاهزاده خانم حالا از کجای داستان این شاهزاده خانم میفهمه و شیشه عطر رو میشکنه شیشه عطر ظاهرا تبدیل به سنگ میشه و میفته روی این جادوگر این جادوگر هم نفرین میکنه دوباره نفرین میکنه که هر که تمام اعضای قطر بمیرن و همین جور هم میشه یک هفته بعد یک سپاهی بهشون حمله میکنه و شاهزاده خانم و تمام افرادی که داخل اون قلعه بودن میمیرن بر اساس همین روایت ها هیچ کس دیگه توی اون منطقه زندگی نمیکنه نمی و میگن که چیزای عجیب و غریب اونجا اتفاق میفته حالا قرار بود آقای تیواری بره اونجا و بمونه و کرد این کارو شب رفت و اونجا موند با اعضای تیمش و صبح زنده اومد بیرون و برای همه سوال شده بود که چجوری ممکنه یه نفرین هزار ساله رو آقای تیواری بتونه بشکنه این داستان در کل دنیا سراسدا کرد و همه در موردش صحبت میکردن ولی کمتر از پنج سال بعد آقای تیواری سی و دو ساله به دلایل نامعلومی فوت کرد و همه میگفتن که شاید نفرین این قلعه گرفتتش حالا بریم در مورد آقای تیواری و اینکه اتفاقی که براش افتاد صحبت کنیم آقای تیواری در دوی سپتامبر سال 1984 متولد شد خونواده تحصیل کرده مرفهی داشت و خب خیلی هم به هم نزدیک بودن و از همون زمانی که کودک بود خانوادهش خیلی حمایتش میکردن و از دوره بچه که کلاس بازیگری میرفت خوندن رو خیلی دوست داشت نوشتن دوست داشت آواز میخوند و زمانی که 16 سالش بود وارد حرفه بازیگری شد و خب خانواده هم حمایتش میکردن تونست چند تا فیلم بازی کنه ولی خب احساس کرد که انقدر نمیتونه موفق باشه انقدر جدی گرفته نخواهد شد برای همین به خانوادش گفت که من میخوام راهم هم عوض کنم و میخوام رشته دیگه ای رو شروع کنم خانوادش هم گفتن که اوکی مشکلی نیست هرچی تو بخوای همین هم شد که تیواری همینقدر که 18 ساله شد رفت آمریکا. رفت آمریکا تا خلبان بشه یه دوره جدیدی رو شروع کرد اون جایی که میرفت تحصیل میکرد یه خوابگاه هم بهشون دادن که با هم دوره یاش توی اون خوابگاه بودن اولی اتفاقات عجیبی میافتاد توی اون خوابگاه بعضی وقتا صدای پا میومد بعضی وقتا زمزمه احساس میکرد و نمیتونست دلیلش رو بفهمه اون که هیچی هم اتاقیاش هم احساس میکردن که صدا میشنیدن من ترجیم تصور کنم که از اتاقای کناری بچه های دیگه دارن صدا حالا تو که خوابگاه تو باغ بوده اونجا صدا میشنیدی یا نه؟ اونجا من اگه میخواستم صدا بشنم صد درصد میشنیدم ولی سعی میکنم به خودم دی باشم مسلط باشم و برام برام خوابگاه که بود دوره دانشجویی توی باغ خیلی بزرگ بودن یه دونه خونه هم وسطش بود و خب فکر میکنم اونجا خیلی با ترس باشه به هر جهت بگذریم و حس بدی بهش دست میداد و نمیتونست دلیلش رو بفهمه تیواری توی خانواده هندی بزرگ شده بود و اون دین هندویس فکر کنم بهش میگن که داشتن اعتقادی به ارواح ظاهرا ندارن به تن اعتقاد دارن ظاهرا اینجوریه که میگن که اعتقاد دارن آدم هایی که میمیرن اون روحشون در یک کالبد دیگه یک آدم دیگه یه جسم دیگه ای. آها آفرین یه جسم دیگه حلول میکنه حلول چه کلمه وارد یه جسم دیگه میشه وارد یه جسم دیگه ای میشه برای همین به ارواح انقدر معتقد نبودن وقتی که با خانوادهش در این مورد صحبت کرد خانوادهش هم انقدر جدی نمی گرفتنش برای همین تیواری مصمم شد که در مورد این مسئله تحقیق کنه برای همین توی همون فلوریدا که بود رفت یک مرکزی که تحقیقات انجام میدن روی ماورا طبیعه اونجا ثبت نام کرد همزمان خلبانیش رو هم داشت طی کرد توی اون کلاس شرکت کرد و هی کافتر، هی علاقه منتر هشتاد تا من، محله و منطقه که میگفتن که حالا ارواح اونجا هستن رفت اونا رو چک کرد و خیلی همه یه سری زده همه جای سری زده و این مسئله خیلی براش جالب بود خب داشتم میگفتم که دیگه تیواری همراه با اینکه که داشت خلبان میشد مدرکش رو از این مؤسسه که تحقیق میکرد در مورد ماورا طبیعه هم گرفت تیواری آدم آدم خرافاتی نبود یعنی مثلا آدمی نبود که الان مثلا یه تقیب توقی بخوره بگه که مثلا ارواح این بود که مثلا حتما یه چیز علمی واسش پیدا کنه یه دلیل منطقی پیدا کنه دقیقاً کن. همینه مثلا ببین میگفت که شاید مثلا برای این صدایی که میاد دلیل منطقی وجود داشت شاید میدان مغناطیسیه و هر چیزی رو راحت نمیتونست قبول کنه که به ماور و طبیعه ربطش بده به ارواح ربطش بده از اون دانش فنی که داشت استفاده میکرد در این مورد که تو چجوری استفاده میکرده ولی خب استفاده میکرد خودش میگفت و فارغ تحصیل شد هم از اون چی خلبانیش هم از این مؤسسه ای که میرفت در مورد ارواح تحقیق میکرد در مورد ماور طبیعه تحقیق میکرد و بعد از اینکه مدرکش گرفت مثل یک پسر خوب پا شد رفت هند تا به کشورش خدمت کنه اونجا که رفت یه مدتی به عنوان خلبان تجاری کار کرد دید که این رشته ای نیست که من بخوام این کاری نیست که من بخوام ادامه بدم برای همین برای اولین بار توی هند توی سال 2009 اومد انجمن ماور و تقبیعه هند رو تأسیس کرد انجمن ماور و تقبیه هند رو تأسیس کرد هند با حدود یکونیم میلیارد جمعیت دومین کشور پرجمعیت بعد از چینه و همین هم باعث شده که افسانه ها خرافات آین مختلفی بین این مردم جا بگیره و همونجوری که میدونید شاید میلیون خدا رو این مردم بپرستن یعنی از هر چیزی یه خدای اینا دارن و خب همین هم باعث شده که یه سری افسانه به وجود بیاد دیگه همه چی با هم قاطی شده یه چیزی در اومده چیزایی از یه طرف دیگه بیشتر مردم هند به دین هندویسم معتقدن و اونها گفتم همونطوری که میدونین معتقدن به تناسخ از یه طرف دیگه میگن ارواحی که نتونن به یک جسم دیگه وارد بشن روی زمین سرگردون خواهند ارواح سرگردون آره. و اینها در یک سری مکانها هستن و این خیلی بین مردم مثلا جا افتاده یه سری مکانهای هن واقعا خالی از جمعیته چون معتقدن که روحها دارن اونجا زندگی میکنن در کنار همه اینها تورهای زیادی هم برگزار می شد که مردم رو می بردن و به معنای واقعی می ترسوندن می گفتن این مناطق ارواح زدن از ترس مردم پول در می بردن. آره بیشتر جا این کار انجام می دن. ولی تیواری هدف دیگه ای داشت تیواری می خواست به مردم علم و دانش یاد بده اطلاعات بهشون بده بهشون یاد بده که هر چیزی رو باور نکنن و همین که این انجامن ماور و طبیعه رو تحسیز کرد روزانی یک عالم تلفن و ایمیل میگرفت از مردمی که ازش میخواستن که بیاد خونه شون. مثلا میگفتن که خونه ما ارواح زده خونه ما رو مثلا حالا جن که فکر نمیکنم داشته باشن تسخیر شده یا اینکه مثلا میگفتن که روح در دختر ما مثلا حلول کرده تسخیرش کرده و تیواری میدونست که اینا بیشترش دروغه اینا بیشترش بازیای ذهن توهم بیماری روانیه که مردم از اینها آگاهی ندارن برای همین هر وقت که بهش زنگ می زدن. یا یک پدیده اورژانسی اتفاق می افتاد. تیواری می رفت و اونجا رو چک می کرد ساعت ها می مود. گاهی وقتا مثلا از نظر علمی مثلا می دیدید یه پدیده نوری داره اتفاق می افته. گاهی وقتا میدید که یه نفر رو مثلا غم و اندوه گرفته شاید مردم نمیتونستن مردم عامی که اون باهاشون طرف بود اینا رو نمیفهمیدن از از علمی نمیدونستن نمیدونستن با. که چیه ولی تیواری مثلا اول بهشون سعی میکرد آموزش بده اگر نمیتونست بهشون آموزش بده به روش خودش به اونا میفهموند که آره من مثلا اروا از اینجا پروندم شما الان برین اونجا زندگی کنین و مردم ها باور میکردن اینها رو تیواری انقدر کارش زیاد شده بود و انقدر خواهان داشت که مردم بره های مردم رو چک کنه که مجبور شد یک تیم هم برای خودش درست کنه و به اونها آموزش بده اونها هم کنارش کار کنن و در 98 درصد موارد اون پی می برد که اصلا ماورا طبیعی وجود نداره خودش تعریف میکنه توی وبلاگش نوشته بود که آره یه روز پدر یه دختره به من زنگ زد و گفت که بیا خونم چون دخترم تسخیر شده میگه من رفتم خونهش و دختره هیچی نمیخورد و میگفت به شرط چیزی میخوره که اول بهش یک لیوان خون بدن و صحبت نمیکرد من میگه که با روشهایی که خودم داشتم و میدونستم که حالا مثلا این شاید باور کنه که من دارم جنگیری میکنم روح گیری میکنم دختر کم کم وادار به حرف زدن کردم و دختر به من گفت که آره مثلا اسم من اجیت اجیت یه چیزی توی مایه ها و من اومدم که این دختر رو با خودم ببرم تیواره میگه من این اسم رو که شنیدم پدر دختره رو کنار کشیدم بهش گفتم که تو چیزی کسی رو به اسم اجیت میشناسی و اون گفت که آره خواستگار دخترمون بوده و دخترمون حاضر نشده باهاش ازدواج کنه به خاطر همینم این اجیت خودش رو کشته از وقتی که این اتفاق افتاده اومده روح دختر ما رو تصویر کرده اون دختر معلومه دیگه به خاطر اینکه پسر کشته احتمالا احساس چی داشته اندوه داشته اندوه یعنی... احساس گناه میکرده اتمال. احساس دقیقا همینه یه دختری چند پیش نوشته بود تایید نمی کنم. به خدا دارم تاییدش میکنم الان دارم هر چی تو بگی من دیگه دارم میگم از از منطقی یعنی چون به حساب وقتی که مثلا کسی که اعتقاد داره که روح و این جور ما برای طبیعت وجود نداره تنها چیزی که یعنی میشه پیورد اینه که دختره به خاطر اون احساس گناهی که داشته دیوونه شده و اینکه احساس میکنه که مثلا پسر تو وجود داشته دقیقا همینه برای همین تیواری به پدر دختره گفت که اینو ببرش پیش روانشناس من حالا جن و روحی که تو بدنی بود و در آوردم ولی تو اینو ببر پیش روانشناس این احتیاج به دکتر داره حالا اینکه برد یا نبرد ما نمیدونیم ولی تیواری اینجوری میگفت میگفت که تمام این مواردی که من میرم ماور و طبیعه نیستش خرافات و حرفایی که بین مردم رواج داره این رفتاری که تیواری داشت انجام میداد و کاری که میکرد و آگاهی که به مردم میداد باعث شد که خیلی سر و صدا بکنه و معروف دار این کاری هم که کرد همون قلعه بانگار بود که خودش در سخنرانی که کرد گفت که این اداره محیط زیست اومد سوء استفاده کرد از خرافات مردم به خاطر اینکه نرن اونجا شکار غیر قانونی انجام بدن مردم ترسونده بودن که نرن که نرن اونجا پناه بگیرن مثلا حیوان برن مثلا گفتن جو ببر زیاد داره نرن ببر بکشن مثلا حالا صادرات پوست بکنن یا هر چیزی و این آدم انقدر معروف شده بود که حتی توی تدکس رفت سخنرانی کرد صحبت کرد اونجا و مورد توجه قرار گرفته بود چند تا برنامه تلویزیونی کار کرد توی خود هند که میرفتن مکانهای خالی از سکنه رو میدیدن توی این مدت یک عالم قبرستون رفت سرد خونه رفت خونه هایی که مثلا میگفتن که ارواح اونجا هستن میرفت و انقدر توی کارش پیشرفت کرده بود که حتی یک شبکه استرالیایی اومد بهش گفت که بیا و با تیم ما کار کن چه جوری بود داستان میرفتن که مناطقی که میگفتن توی استرالیا ارواح اونجا دارن زندگی میکنن میرفتن اون مکان ها میموندن حالا با اون روش هایی که خودشون دارن چک میکردن که ببینن واقعا ارواح وجود دارن یا نه که یه سری قسمت هاش هم توی یوتیوب اینا اگه بگردین هستش و تیواری واقعا آدم نترسی بود یعنی مثلا میرفت توی یک زندانی که هزاران نفر اونجا شکنجه شدن اونجا مردن میرفت اونجا شب تا صبح میموند مثلا واقعا م... ترسناکه که بخوای هرچین جایی بری که مثلا کلی آدم شکنجه شدن و زج کشتن یا مردن حتی اصلا مده. خالی سکنه هست میگه خودش هم میگه میگه ترسناک ترین محلی که رفتم همین زندانه بوده و جالب این بوده که پاش شکسته بوده پا شکسته بوده با یه دوربین و یه دونه چراغ قوه شب و صبح میکنه اونجا فکر کن یعنی مثلا میرفته اونجا مونده یعنی چیزی بوده چیزی وجود نداشته باشه هیچی هم نباشه چیزی خودت به وجود میاری بعد چجوری با چه جرعتی رفته اونجا واقعا چرا با ذهنت قدرتمند باشه که مثلا نترسی از اینجور جور چیزا من که اینجا نشستم باید براتون بخوام قسم بخورم که من خیلی وقته که مثلا از زمانی که دوازه سیزه ساله بودم دختر من برام فیلم ترسناک میذاشت بعد خودش میخوابید از اون زمان من دیگه اصلا فیلم هایی که با روح و روانم بازی کنه نگاه نمیکنم من, من از وقتی که تمام شدم تو خوابگاه فیلم هایی ترسناک میدیدم دیگه جورت نمی نگاه کنم آه. تیواری بعد از اینکه پروژه استرالیاش تموم شد برگشت دوباره به هند و طی صحبت هایی که خودش داشت خیلی ناراحت بود از اینکه مردم بهش میگفتن که تیواری شکارچی ارواحه میگفت که من شکارچی نیستم من نمیرم ارواح رو شکار کنم من دارم روی ارواح تحقیق میکنم ببینم هستن هستن یا نیستن دقیقا که هستن یا نیستن و من هنوز نتونستم به چیز واضحی برسم و مردم نباید این حرف رو در مورد من بزنن از یه طرف دیگه فشار کاریش خیلی زیاد بود نه صبح میشناخت نه شب میشناخت مرتب پشت سر هم کار میکرد البته پولی هم نداشت بیشتر پولی که در می آورد که مثلا بتونه خرج زندگیش رو در بیاره کلاسهای آموزشی بود که میذاشت در این مورد مردم اطلاعات میداد این که میرفت خونه مردم رو نگاه میکرد پولی براش نداشت و خب خونه بوداشم از این طرف از این موضوع خوشحال نبودن از یه طرف دیگه تیواری جدیدن عاشق شده بود عاشق دختری شده بود و خب دخ دختر ازدواج کرد و این خانم فکر میکرد که این شغلی که تیواری داره دیگه قرار رهاش کنه آره دیگه سر بیتر زندگیشو به زندگیش آره دیگه بیشه. سرش به سنگ بخوره مدرک خلبانی دونه داره میتونه بره خلبان بشه چرا دنب... حقوقش فکر کنم بالا باید بشه آره چرا داره میره دنبال ارواح شیشه جویه سال 2016 بود و یک چند ماهی از ازدواج تیواری با خانم آریا گذشته بود و آریا از این مسئله خیلی ناراحت بود دیگه دلش میخواست که شوهرش بره دنبال یک شغل واقعی پول در بیاره و از خانواده شوهر جدا بشن چون الان داشتن خونه خانواده تیواری زندگی میکردن دقیقه اونجا زندگی میکردن ساعت یک و نیمه شب بود که تیواری از سر کار برگشت و زنش شروع کرد به سر صدا کردن بابا این چه وضعشه من خسته شدم دلم میخواد بریم خونه خودمون زندگی کنیم و خب تیواری هم فشار کار خیلی روش زیاد بود به تاب با زنش بحث کرد و اون شب رو توی دو تا اتاق جدا خوابیدن تا اینکه صبح شد صبح شد و بلند شدن با هم صبحونه خوردن و تیوار تا حدود ساعت 11 ظهر روی میز نارخوری نشسته بود و داشت ایمیل هاش رو چک میکرد جواب ایمیل هاش رو میداد و بعدش به همسرش و پدرش که اونجا بودن گفت که من میرم دوش میگیرم و رفت که دوشش رو بگیره پدر تیواری و آریا همسرش روی مبل نشسته بودن طبقه پایین و داشتن قهوهشون رو میخوردن و تلویزیون نگاه میکردن و تیواری هم همون بود یه کم که گذشت احساس کردن که یه چیزی خورد روی زمین خورد روی زمین و بعد صدای چرخوندن قفل همون می اومد اهمیت ندادن چون قفلشون خراب بود پیش می اومد که گاهی وقتا مثلا گیر بکنه فکر نمی کردن که چیز خاصی باشه یه یه ساعتی گذشت دیدن که تیواری بر نگشت از همون همسرش گفت بذار برم چک کنم ببینم این چرا نیومده رفت در خواست باز کنه دید که در قفله گوشاشو تیز کرد دید نه صدای آب میاد نه صدای تیواری میاد هرچی صداش زد جواب نمیداد از پنجره که به همون بود داخل رو نگاه کرد و دید تیواری روی زمین افتاده جیغ زد همسایه ها پدرش، پدر تیواری اومدن و در همون رو شکستن در همون رو شکستن دیدن تیواری داره نفس نفس میزنه انگار اکسیژن کم آورده نمیتونه نفس بکشه خوب. نمیتونه نفس بکشه چشماش از حدقه زده بود بیرون و خب سعی کردن احیاش کنن اورژانس اومد بردش و یک ساعت و نیم بعد تیواری مرده اعلام شد خبر مرگ تیواری مثل بمب منفجر شد همه جا در موردش حرف می زدن و دوستان همکاران تیواری میگفتن که تیواری ایست قلبی کرده چون هیچکس نمیدونست چه اتفاق افتاده همه میدونستن که نفس کم آورده میگفتن که تیواری خیلی کار میکنه فشار, فشار زیادی روشه دوست. استرس زیادی داره و باعث سکته قلبی شده آره دیگه چون چشاشو اینا هم که زده بوده بیرون نفس هم نمیتونسته بکشه دقیقاً علائم سکته قلبی. سکته قلبی. فسران جسد رو پزشکی قانونی اما نکته ترسناکش اینجاست که دور گردن تیواری یک علامت سیاه پیدا کردن تیواری داخل همون دار زده شده بود و علت مرگش خفگی بود از پدر تیواری از زنش پرسیدن که خودشو دار زده با چی خودشو دار زده زنش و پدرش گفتن که ما وقتی رفتیم داخل نه تنابی بوده نه هیچی فقط روی زمین افتاده بود اصلا نفسم چیز دور گردنش نبوده و خب به این برای همه سال پیش اومده بود یعنی کسی از بیرون اومده داخل و تیواری رو کشته تیواری خودش خودش دار زده خودش دار زده تنابش کجای وسیلهی خودش دار زده کجای اینا همه علامت سوالایی بود که داشت پیش می اومد. وقتی پدرش و همسرش این چیزها رو فهمیدن یاد یه سری حرف افتادن که تیواری بهشون گفته بود. تیواری به همسرش گفته بود تقریبا یک ماه قبل از مرگش به همسرش گفته بود که یک نیروی منفی داخل منه و منو داره به سمت خودش میکشه که من نمیتونم کنترلش کنم به پدرش هم یک هفته قبل گفته بود که یک نیروی تاریک داره منو تعقیب میکنه و من هیچ جور نمیتونم این نیروی تاریک رو دفع کنم اما میدونید جالبی ماجرا چیه جالبی ماجرا اینه که آدم هایی که اعتقاد نداشتن به ماورا طبیعه الان که پسرشون اینجوری مرده دارن حرفای پسرشون رو تکرار میکنن در که خودشون میگن که هر وقت که ما سر میز با تیواری میمده در مورد این مسئله صحبت میکرده ما که اعتقاد نداشتیم اینکه اون که صحبت میکرده ما اینا همه رو به دید تنز نگاه میکردیم با اینا شوخی میکردیم خودش هم مثلا چی نبوده به ما برای طبیعه اونقدر اعتقادی نداشته از سعی که... میکرده همه چیز رو با علم حل, حل کنه ولی یه سری اعتقادات هم داشته دیگه چون میگفت که مثلا روح باقی مونده آگاهی که از جسممون مونده یه همچین چیزی یه سری اعتقاد داشت که مثلا خودش چون میگفت که من نتونستم برای داخل اتاق خوابم که مثلا صدای پا می صدا برای اونا نتونستم دلیلی پیدا کنم میگفت من همه روش های علمی رو حساب میکنم اگر دلیلی براش دیگه پیدا نکنم اون میشه ماورا طبیعی که من نمیدونم چیه واقعا نمید طبیعی است دیگه یعنی نمیدونی که واقعا چه اتفاقی داره میفته پدر تیواری گفت من یک چیز دیگه هم یادم اومد یکی از صحبتهایی که پسر من سر میز شام میکرد در مورد یک تئوری خط سیاه بود که گفته بود دارم روی این تئوری کار میکنم و گفته این تئوری رو از فیلم اومن محصول سال 1976 برداشته ظاهرا داستان فیلم اینجوریه که یک بچه قرار بوده به دنیا بیاد مادر بچه هم میمیره و پسره رو پدرش بزرگ میکنه پسر این پسر بچه ای تو پنج سالگی دایش رو دار میزنه و بعد یه کشیشه ای به پدر میگه که این بچه ای تو تخم شیطونه و اون کشیشه هم میمیره توی این فیلم هم ظاهرا کشیشه و دایه یه سری خطای سیاه داشتن دایه دور گردنش بوده کشیشه حالت نیزه تو بدنش بوده گفته بوده که تیواری گفته بوده که من فکر میکنم ارواح وقتی که آدم رو علامت گذاری میکنن اونها رو میخوان به, به قتل برسونن ها. و پدر تیواری میگفت که این یک روحی دنبالش بوده که این رو کشته و یعنی چجوری میشه توی همون در حالی که تنابی نیست هیچ وسیله اکی... قتلی نیستش هیچ وسیله ق... قتلی نیستش دار زده بشه اما پلیسا و کاراگاه هایی که روی این پرونده کار میکردن اصلا برشون مهم نبود ماور طبیعی اصلا میگفتم وجود نداره اینجور چیزا ما دنبال حقایقیم دنبال اینیم که ببینیم پزشکی قانونی چی میگه علاوه بر اینکه پزشکی قانونی گفته بودن که تیواری دار زده شده گفتن که محتویات معدش هم که صبحونه بوده خورده بوده حزم نشده ظاهرا روتین زندگی تیواری این بوده که حدود ساعت چهار و نیم صبح از خواب بیدار می شده بعد یوگا می کرده بعدش هم ساعت شیش و نیم صبح صبحونه می خورده ولی خب محتویات معده تا ساعت دوازه زور هزم نشده بوده و می گفتن که خب شاید دیرتر صبحونه خورده شاید امکان دیگه ای وجود داشت ولی اینا همه سواله میگن اگر ساعت دوازه ظهر مرده باشه یا همون یازده محتویات مده باید هز شده باشه فکر دو ساعت دیگه هز آره. دیگه پنج ساعت دقیقا میگفتن که پنج ساعت خیلی زیاده برای صبحونه مگه اینکه ما بگیم تیواری یه ساعت دیگه صبحونه خورده ولی خب پدرش و زنش میگفتن که نه همون ساعت شیشونیم خورده صبحونه شیشونیم خورده یه چیز دیگه هم بود توی خونش یک سیمکارت پیدا کردن و یک تلفن هیچ کدوم از همکاراش هیچ کدوم از دوستاش زنش پدرش هیچ کس نمیدونست که این تلفن رو تیواری داشته و اصلا چی میکرده باهاش میگن که تمام اطلاعات مربوط به روشم پاک شده بوده و اصلا قابل ریست کردن اینا نبوده برای همون کس نمیدونه که از چه قراره پولیس اومد شک کرد گفت که شاید آریا زنش تیواری رو کشته و خب از آریا بازجویی کردن 8-9 ساعت و آخر بیدن چه رسیدن که آریا اصلا دلیل نداشته چند ماه بوده ازدواج کرده بوده آریا تنها حرفش این بوده که آقا کارتو عوض کن من دیگه از این کارتو اصلا این کار واقعی نیست مخصوصا حرفه هم بلد بوده دیگه خلبانی بر ازدواج شغل خوبیه خوب. برای همین گفتن که نه آریان نمیتونه در مرگ تیواری نقش داشته باشه و در آخر هم پزشکی قانونی اعلام کرد که علت مرگ تیواری دارزدگی خودکشی کرده اون هم با یکی از این شالای هست که زن هندی میندازم مثل این چیز که الان من انداختم اینجوری با اونا خودش رو توی همون دار زده ولی خب هیچ چیز پیدا نشد هیچ چیز پیدا نشد همین که پلیس و کارگاه اعلام کردن که این کاری که تیواری کرده خودکشی بوده و مثل یک بمب منفجر شد و همه میگفتن که اصلا ممکن نیست تیواری خودکشی کنه تیواری که از هیچی نمی ترسید هیچی تکونش نمیداد از اون مهمتر یه پروژه زالن هالیوودی در پیش داشته قرار بره اونجا فیلم برداری کنه اصلا ممکن نیست همچین کاری بکنه حسابی ذوق داشته برای این مسئله و اینکه اصلا روز قبل از اینکه بمیره عکسش رفته بوده روی یک مجله ای که همراه با چند نفر دیگه که آدمای موفقی بوده مثلا یک آشپز موفق بوده یک زنه بوده که قطع عوز بوده به عنوان اولین کسی که قطع عوز بوده به کوه اورست مثل صعود سعود آره، کرده بوده و خب میگفتن که تیباری خیلی از این مسئله خوشحال بوده چرا باید خودکشی کنه اصلا دلیلی نداشته برای خودکشی ولی خب پلیس و کاراگاه میگفتن که فقط همینه یعنی کی... تنها, دلیل، تنها روش و دلیلی که میتونن پیدا کنن که کشته شده باشه خودکشی خودکشی باشه چون در همون از داخل قفل بوده و اینکه یک میله هم مثل اینکه برای رخت آویزون کردن بوده ولی یه چیزی که جالب براتون بگم اینه که قد تیواری حدود 180 بوده خب و من واقعا خیلی برام سوال هرچند گشتم پیدا نکردم مگه اون میله چقدر قدش بوده که مثلا تونسته خودشو دار بزنه نمیدونم حتما قدش بلندتر بوده دیگه تونسته قد میله هه. چون خودش بوده 180 قدش بوده و اینکه خب خانمدهشم هم گفتن مؤسس کردیم یه چیزی خورده زمین یکی از تئوری های جالبی که در مورد این مرگ تیواری صحبت میکنن اینه که پدر تیواری هندو بوده و ظاهرا در دین هندو خودکشی کردن خیلی گناه بزرگیه انقدر که بهش میگن قتل روح و خیلی ها معتقدن حتی پلیس و کاراگاه ها هم معتقدن که تیواری خودکشی کرده و پدرش جهت این که بدنام نشن اون آلت وسیله خودک... قتل قتل رو قایم کردن یعنی اینکه احتمالا میگن که تیواری خودکشی کرده پلیسا به این معتقدن که به خاطر اینکه بی نشن به خاطر اینکه روح پسرشون سرگردون نشه و بتونه به تناسخ برسه احتمالاً آلت قتل رو خود جمع کردن قایم کردن ولی خب دوستاش و اینا میگن که تیواری محال همچین کاری انجام بده از این طرف دیگه دوستاش میگن که تیواری توی سخنرانیاش گفته بوده که من هیچ وقت از وسیله محافظت استفاده نمیکنم. ظاهرا کسایی که من شکارچی ارواهن، به خودشون وسیله وصل میکنن که از ارواح جلوگیری کنن دور ازشون. دور بمونن ولی تیواری گفته بوده که من شکارچی ارواح نیستم به خاطر همین از هیچ وسیله استفاده نمیکنم من دارم در موردشون تحقیق میکنم من نمیخوام برم یه خرس شکار کنم یه ببر شکار کنم شکار کنم آره من دارم در تحقیق کنم برای همین احتیاجی به چی ندارم احتیاج به محافظت ندارم و خب به هیچ وقت دارن محافظت نمی کرده از خودش و مثل اینکه که جدیدن هم دوست داشت و این انجامن ماورا طبیعی که کار می کردن یک کتاب نوشتن در مورد خاطراتش تجربیات تیواری اطلاعاتی که در مورد کارهایی که کرده رو همه رو جمع وری کردن و الان که حدودا 4-5 سال از مرگش می همین یک ماه پیش هم منتشر کردن کتابش رو البته اونها معتقدن که تیواری خودکشی نکرده چون ظاهرا تیواری توی سخنرانیاش میگفته که هر چقدر که انرژی های منفی بیشتر بهشون فکر کنی بیشتر جذبشون کنی همین روح های منفی و اینا رو و تیواری در هفته های آخر به مرگش مرتب به خانوادهش میگفته که من یه سری انرژی ها دارم که نمیتونم ازشون خارج بشم و هی هم داشته بیشتر فکر میکرده و اونو بیشتر میمدن آره البته اینا تمام حرفایی که توی این اپیزود اومده حرفای اوناست اعتقاد تو اوناست اصلا به ماجرا ربطی نداره ولی میدونی نکته ترسناک این ماجرا چیه اینکه تو کل عمر کارتو تلاش کنی بگی که بخوای ثابت کنی همچین چیزای طبیعی وجود نداره و همش چیزای منطقیه ولی بعدش یه اتفاق میفته که کل اینا زیر سوال میره خون خونسا کن فکر کن مثلا من اول که میخوندم گفتم اوکی اوکی چه خوب این یارو داره تحقیق میکنه بعد آخر میفهمی که خودش هم اینجوری مرد خود واقعا مرگش جای سوال داره که مثلا واقعا چه اتف... چرا باید خودکشی کنی هیچ دلیلی خودکشی نداشته خب ولی بح... یه چیز دیگه هم واسه من سواله الان تو گفتم مثلا ممکنه که پدرش رو مثلا خودکشی توی دین بودایی ها مثلا کار اشتباهی بودایی نه. هندو هندوها کار مثلا اشتباهی بوده به خاطر همین این کارو کرده خب ولی وقتی که خودشون هم به تناسخ اعتقاد دارن خب چه خودشون دوباره زیر سوال میبرن که مثلا روح و اینا حالا ما بحث علمی نمیخوایم اینجا بکنیم که اونا اعتقاد دارن یا اعتقاد ندارن اونا مثلا به چیزا نمیدونم به چیزای شر من تو واقعا برای خودم سوال شده ولی واقعا به تناسخ اعتقاد دارم آره خب میدونم یعنی مثلا و که کار پدرش هم به نظر من نمیتونه باشه یعنی واقعا نمیدونم یعنی چه اتفاقی خب اونا میگن که اگر مردم بفهمن که این خودکشی کرده روش به تناسخ نمیرسه سرگردون میمونه اینکه اگر پدرش این کار کرده باشه به خاطر اینه. اینه ولی خب دوستاش و اینا میگن که یک انرژی منفی کشتتش چون تیواری اصلا نشونه ای از اینکه مریض باشه مریضی روحی داشته باشه حالا دچار توهم شده باشه هیچ کدوم از اینا رو نداشته ولی اینکه چرا مرده چه جوری مرده واقعا چه میدونم. میدونه امیدوارم از این پرونده ترسیده باشین چون من خودم واقعا درسیدم ازش و اینکه اگه میخواین از ما حمایت کنین سابسکرایب کنید کامنت بذارید و لایک کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار